شدت یه موج عجیب قرار گرفته که حالا با کمک یه سری از همکاری عزیزمون این موج بیشتر و بیشتر داره میشه. ولی هر وقت با یه نفر مثلا میخوام برم دیت میگه تو مگه با فلانی تو رابطه نیستی؟ میگه بابا به خدا من میگه همونطور که میدونی یه جنجال خیلی زیادی بین ساید دنیا دادرسان و رادیو جوان و از اون سمت سارن و سحر مقدس به وجود اومده. کسایی که از این لیبل جدا شدن و معتقدن که توی اون لیبل اتفاق خوبی نمیافتاده و به شکل غیر عادی از دنیا دادرسان حمایت میشده. فکر نمیکنم این جنجال قرار باشه که تا آخر عمرشون تموم بشه و حتما توی هر کدوم از اتفاقایی که میفته به شکلی تاثیر گذاره. حالا اما به نظر میاد که دنیا دادرسان تصمیم گرفته که مصاحبه‌ای با سینا ولی الله انجام بده که فکر می‌کنم خیلی انتخاب خوبی باشه، چون سینا ولی الله آدم به شدت تاثیرگذاریه و شاید بتونه این فشارهایی که روش هست رو برای همیشه عموم بکنه با حرفایی که راجع به دنیا میزنه. حالا می‌خوایم بریم یه قسمتایش با هم دیگه بهش ریاکشن بریم. و این نکته‌ای که وجود داره جدایی دنیا از روز پسر قبلش به اسم سروشه که آدم شناخته شده هم نبود. خیلی معتقد بودن که دنیا به خاطر خیانتایی که با مدیرای رادیو جوان انجام میداده باعث شده که دوست پسرش ازش جدا بشه. و از اون سمت خیلی از طرفدارای دنیا یه دختری رو میان مطرح میکنن که الان میخوام بریم اونم بررسی بکنیم و میگن که سروش با اون دختر وارد رابطه شده بوده یا اون دختر خیلی میخواسته که جای دنیا دادرسان رو بگیره و علت جدایشون هم یه همچین چیزی. راجب تمام این اتفاقا به نظر میاد که دنیا دادرسان اومده یه سری حرفایی رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم زده توی این مصاحبه با برنامه چهارشنبه با سینا و معتقده که حتی این شایعه رابطه‌ای که با مدیرای رادیو جوان بوده باعث شده که خیلی از دوست پسرایی که حالا یا داشته یا قرار بوده که دوست پسرش بشن به واسطه این دیگه سمتش نیاد. قبل از اینکه بریم یه قسمتی از این مصاحبه رو با هم ریاکشن بریم، همونطور که گفتم طرفدارای دنیا معتقد بودن که رابطه قبلیش با دوست پسرش به اسم سروش که خب کاملا هم علنی بود به واسطه خیانت سروش بوده که تموم شده، که حالا مخالفای دنیا معتقد بودن که اصلا رابطه دنیا با مدیرای رادیو جوان باعث شده که دیگه سروش نخواد باش رابطه‌اش رو ادامه بده. و یکی از طرفدارای دنیا اومد یه افشاگری کرد از فردی به اسم مبینا صادقیان که حالا طبق چیزی که اسکرین شاتی که گذاشته بود فکر می‌کنم باهاش صحبتام کرده بود، این پیام داده بوده بهش و نوشته بوده که ریدن به احمقای مثل تو رو خوب بلدم. توضیحی هم که داده شده بود این بود که خب خیلیاتون ایشونو میشناسید، اما اونایی که ایشونو نمیشناسن، این خانم همون کسیه که باعث جدایی دنیا با پارتنر قبلیش شد. به واسطه این خانم بود که اونا از هم دیگه جدا شدن. حالا این پیام چیه؟ این خانم انقدر عقده داره که هر جایی هر چیز از دنیا ببینه سایه‌اش هم با تیر میزنه و ریپلایی که تو کوئسشن باکسش به هم داره رو خودتون ببینید. یه سری عکسای هم منتشر کرده بود که خب به نظر میاد این خانم که فکر می‌کنم حالا بلاگری هم انجام میده خیلی وقتا داره تقلید میکنه، هم از نظر حالا تتویی که زده شده بود روی انگشت دنیا، روی انگشتش زده شده بود، و هم حالا از نظر عکسایی که میگیره، جستایی که میگیره، لوکیشنایی که هست، لباسایی که میپوشه. و خیلی معتقد بودن که این الان فرد جدیدیه که با سروش اکس دنیا وارد رابطه شده بوده و طرفدارای دنیا اکثرا دلیل جدایش رو یه همچین چیزی میدونن، نه حالا خیانتی که خود دنیا ممکنه که با مدیرای رادیو جوان انجام داده باشه. ما میدونیم دیگه، میخونیم دیگه، همه مدتی مورد انتقاد بودی، از این حاشیه ها بگو، بولی میشی توی انتقاد یا حمله است؟ من نمیدونم اینشو میخوام همین چرا؟ میخوام دلیلشو بدونم. چیکار کردی؟ من مشکلی ندارم، کنسرت ها میان آهنگا رو میخونیم، آهنگا رو گوش دارن میدن، ولی توی سوشال میدیا به شدت یه موج عجیب قرار گرفته که حالا با کمک یه سری از همکاری عزیزمون این موج بیشتر و بیشتر داره میشه. این حجم به نظر من، یعنی بالا اون چیزایی که شادی نشونه من داد و دیدیم، یه خورده بیشتر از انتقاد از مثلا سبک موسیقیه یا مثلا کارته یا یه خورده فراتره. میخوام بگم کاری انجام دادی، کسی رو مثلا اذیت کردی، یه چیزی به کسی گفتی، اتفاقی افتاد، دلیلش چیه؟ از کجا شروع شده؟ از کجا شروع شده؟ از اولین آهنگ هیت من، از آهنگ کتابی ها که این آهنگ بالاخره خیلی شنیده شد و گرفت، این حواشی ها به وجود اومد و تا همین امروز هم که هست اینها وجود داره. و من چندین بارم اومدم گفتم اینا درست نیست، ولی خب دیگه مردم به ما چیزی که بشنون متاسفانه زود باور میکنن. من اصلا بدی واقعا طالب کسی نکردم، واقعا حتی وقتی من یه سوالی جواب بدیرم با بدی ندادم، شخصی میپرسم، یعنی برای خودم جالبه، میخوام ببینم به چی ایراد میگیرن، یعنی مثلا اون حمله ای که میشه
چی رو مطرح میکنه؟ کدوم مسئله رو برجسته میکنه؟ چی میگم؟ مثلا مثلا صداته، مثلا مسئله خصوصی که مثلا خب همه چی هم صدامه هم مسئله خصوصی. مثلا خب میگن دنیا با مثلا فلانی توی رابطه است، یا چه میدونم این به کار ربطی نداره، یه مسئله شخصی. حالا چندی ما اومدیم گفتیم آقا اصلا همچین چیزی واقعیت نداره. اصلا من میخوام ببینم تو برای چی همچین چیزی توضیح دادی، یه مسئله کاملا شخصی. واقعا جالب بهتون بگم، این داستانه دنیا با یکی تو رابطه است، بابا این بخت من و شما چیزی ندین. هر وقت با یه نفر مثلا میخوام برم دیت، میگه تو مگه با فلانی تو رابطه نیستی؟ میگه بابا به خدا من با یکی دیگه تو رابطه، ولی با اون نیست. آره من با کسی تو رابطه نیستم. همونطور که دیدید خب دنیا حرفی اومد زد، اینه که خیلی از روابط دیگه هم که میخواد شروع کنه یا پسر دیگه که ممکنه بخوام بیام بهش پیشنهاد بدن، سر این ماجرا نمیان. و خب دقیقاً این حرفی بود که مخالفای خیلی از مخالفای دنیا می‌زدن که رابطه قبلیش با سروش هم به خاطر رابطه‌ای که حالا یا شایعه یا واقعیت با مدیر رادیو جوان داشته تموم شده، برخلاف طرفدارای دنیا که یه دختر دیگر رو مقصر میدونن. یعنی یه جایی میگن که حتی سروش دوست پسر سابق دنیا کسی بوده که این خیانت رو انجام داده بوده. و یه نکته حالا عجیبی که وجود داره اینه که دنیا خودش هم ماجرا کامل قبول داره، که آدم های نزدیکش هم خیلی وقتا سر واقعیت یا شایعه رابطه‌ای که با مدیر رادیو جوان داشته دیگه به سمتش نمیان. یعنی حتی دیت هم نمیتونه بره، که این اولین باره که حالا میاد به این شکل مستقیم خودش این ماجرا رو میگه. و این نشون میده که خب حتی نزدیکاش هم خیلی ها یه همچین اعتقادی دارن که خب خیلی میتونه تعامل برانگیز باشه. شغل ما جوری باشه که یه نفر به خاطر اینکه با فلانی تو رابطه است بخواد حالا مثلا اون طرف اصلا مگه میشه؟ ببینید من کلا اعتقاد دارم که استعدادی که بخواد به خاطر من جلوش گرفته بشه، ببخشید شما باید رو استعدادت کار بکنی. اصلا کسی جای کسی رو نگرفته. اصلا من نمیفهمم چجوری تو میخوای جلوی استعداد کسی رو بگیری. منم نمیدونم، ولی مثل اینکه میشه کسی جلوی استعداد کسی رو بگیره؟ البته که من یه گوشه نشستم دارم کار خودم میکنم. این در رابطه با مرد و زنه و همه خواننده های زن دنیا، حتی میتونیم بگیم حالا فقط کشورمون هم نه، بیشتر از مردها مورد حمله قرار میگیرن. اینکه میگن تو مثلا میگن تو لیبل کمپانی بیشتر هوا تو داره یا بیشتر مثلا کاراتو پخش میکنه، این چیه داستانش؟ اینم ببخشید به نظر من یک نظریه به شدت مسخره است که یه سری از آرتیست‌ها شاید ازش استفاده میکنن برای اینکه فعالیت کم فعالیت کردن خودشون رو بخوان یه جورایی چی میگن بهونه ای باشه واسه شون به کار میبرن. در صورتی که من موقعیت هایی که در اختیار من هست در اختیار همه آرتیست ها هست. اصلا ببخشید شما یک لیبل کارش سرمایه گذاری کردن رو ایده های قشنگ و خوبه. ببخشید سلیقه ای البته من لیبل کمپانی هم مثل یه شرکت میمونه دیگه، یه کمپانی، یه شرکتی سرمایه گذاری میکنه روی یه سری استعداد و اون استعدادها براش حالا درآمدزایی میکنه، یا کنسرت میذاره یا وبسایت. اگه چرا مثلا اگه خوب نباشه، یعنی تو هر شغلی همینجوری، نه فقط توی کار شما. یعنی همچنان که متوجه شدید این قسمت حتما مربوط به سر مقدس بود، چون کسی بود که میگفت خیلی هوای دنیا دادرستان رو داشتن و لیبل میومده بیشتر این فرد رو پروموت میکرده، به خاطر اینم هست که کاراش بیشتر دیده میشده. یعنی مثالی که خود سر میزد این بود که هر کسی رو بذارن صفحه اول رادیو جوان، هی نشونش بدن بعد از یه مدتی حالا با ساپورتایی که هست و چیزای دیگه هم هست، مثلا تنظیم کننده خوب در اختیارش میذارن، پروداکشن خوب در اختیارش میذارن، به هر حال بین مردم جا وا میکنه و جای بقیه رو هم میگیره. حالا این نکته که وجود داره اینه که فکر میکنم خیلی ها بدونن سینما علی الله اون زمان که کمتر شناخته شده بود با سحر خیلی ویدیوهای مختلفی میگیره، چندین بار مهمونش بود سحر و با خیلی از برنامه‌هایش که وایرال شده بود مربوط به اون قسمت بود که مثلا سحر اجرا میکرد یا با هم بازی میکردن. من خوب یادم اون تایم هنوز چند شنبه با سینا به اندازه الان همگیر نشده بود و این دفاعی که اجرای سینا ولی‌الله داره میکنه از دنیا دادرسان و میگه اصلا این حرف غیر منطقیه، خب یه حمله‌ای به سحرم حساب میشه هر جوری بخوام حساب بکنیم. و فکر میکنم که به زودی کدورت و درگیری بین سینا ولی‌الله و سحر مقدس هم به وجود بیاد. یعنی بعید میدونم که حالا بعدن دوباره سحر هم بخواد بیاد توی برنامهش دوباره شرکت بکنه و بعد ببینیم که چه اتفاقی در ادامه میفته. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شما به نظرتون رو توی کامنت ها بگین، هم راجع به اون دختری که طرفدارای دنیا دادرسان میگن که باعث شده سروش جدا بشه از دنیا، یعنی یه جورایی اومده نفر سوم رابطهشون شده، همون کسایی که میگن که حالا با مدیر رادیو جوان دنیا رابطه داشته، به خاطر همینه که دیده شده و به خاطر همین هم هست که خیلی از پسرها شده اصلا دیگه نخوان بهش پیشنهاد رابطه بدن. شما حتما نظرتون رو بگیم. اگه میدونم دوست داشتی لطفا لایکش کنید.